خدمت شما هستم. درخت زیر باند قرار نداره. در باند برق فشار قوی در زمانی که فشار قوی میخواد احداث بشه کل درختان قطع میشه. جست هایی که از پادوش ها بالا آمد اینها قطع شد و زیر هفتان مجوزی که از منابع طبیعی هر سال به برق منطقه‌ای داده میشه. این پیمانکار نگست خودش رفتن این کار انجام بده. برق منطقه‌ای خودش بر اساس نیاز خودش میره اونجا رو قطع میکنه و مجوزهای لازم از منابع طبیعی اخذ میکنه. ممکنه یک سری از نیروهای محکمکاری کرده باشن که ما خودمون برخورد کردیم و به محض متوجه شدن در استان از این موضوع عزیمت به اونجا کردیم. قبل از اینکه دادستان محترم که جا داره ازشون تشکر کنم تشریف ببرم، در تاریخ 2/1 نسبت به تنظیم تخلف هم ماده 42 و هم 690 تخریب خاک، جابجایی خاک و قطع همون پادوشا تخلف تنظیم شده و تعدیل مقامات قضایی شده. نهالکاری هم در اون منطقه صورت گرفته بود؟ نه خیلی، اصلا زیر حرائم برق نهالکاری صورت نمیگیره چون اونجا جز حریم برقه. چون هر سال هم این نهال های اگر هم پادوش بیاد بالا قطع میشه واسه برق منطقه. قوانینی که وجود داره اینا قطع میشه به دلیل جلوگیری از آتش سوزی و آسیب هایی که ممکنه این درختان به سیم های برق فشار قوی بزنه. پس شما میفرمایید که هیچ گونه نهالکاری و قطع درخت صورت نگرفته در اون منطقه؟ ببین هیچ گونه نه، چند تا درخت بعدن بررسی هایی که صورت گرفت، یکبار ما مراجعه که داشت مشخص شد حدود 30 اصل درخت تیری در اطراف اون قطع صورت گرفته و شما اگر عکس های قبل و بعد اونجا رو مشاهده کنید پاجوشه، در گوگل سرچ بشه پادوش هایی که هر ساله به خاطر اقلیم مازندران از تنه های قطع شده درختانی که توسط برق منطقه‌ای قطع میشه پادوش میاد بالا. بله. اینها قطع شده. بله خیلی متشکرم از توضیحات شما.